همراه هستیم با محمد قائدی، پژوهشگر مدرسه مطالعات صلح و حل مناقشه در دانشگاه جورج میسون از واشنگتن. خوش اومدین به این گفتگو. آقای قائدی، فکر می‌کنین که با این پیشرفتایی که سازمان ملل داشته برای اینکه بتونه بالاخره غلات رو بکشه بیرون از بندر اودسا و به نوعی جهان رو از گرسنگی نجات بده و حالا در زمینه نیروگاه ژاپروژیا، فکر می‌کنین که واقعا بتونه وارد عمل بشه برای اینکه این جنگ رو به زودی به پایان برسونه؟ سلام به شما و درود به مخاطبین برنامه. خب ببینید، این سوال رو اگر شما از کسی بپرسید که در واقع لیبرال هست در نظریه های روابط بین الملل، به شما میگه که بله، سازمان ملل میتونه، حقوق بین الملل میتونه این جنگ رو متوقف کنه. من خیلی اینجوری فکر نمی کنم. من اجازه میخوام که تصویر بزرگتر رو اول نشون بدم. اونم اینه که در واقع روسیه نگرانی عمدهش بابت گسترش ناتو به شرق بود. عضویت اوکراین در ناتو رو به عنوان یک تهدید وجودی برای خودش تلقی می‌کرد. از طریق مذاکراتی که با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها داشت، نتونست گسترش ناتو به شرق رو متوقف کنه یا تعهدی از اوکراین بگیره که عضو ناتو نشه. در نهایت آقای پوتین این درک رو داشت که با یک حمله می‌تونه کیف رو اشغال کنه، دولت دست نشانده اونجا سر کار بذاره، بخش‌های بزرگی از شرق و جنوب اوکراین رو تصرف کنه و احتمالاً اینا رو به عنوان یا منطقه حائل و یا مناطق اشغالی الحاق کنه به روسیه و از طریق در واقع خود منابع اوکراینی ها هم هزینه جنگ رو بده. خب ما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. با مقاومتی که آقای زلنسکی کرد موند، علارغم اینکه این در گزارش واشنگتن پست که چند روز پیش منتشر شد نشون داده بودن که در واقع طرفای غربی از آقای زلنسکی خواستن که کشور رو ترک کنه، ولی ایشون موند، مقاومت کرد و تسلیحات خیلی زیادی هم در واقع اوکراینی ها دریافت کردن از آمریکایی ها که به این مقاومت کمک کرد. بنابراین روسیه نتونست به اون اهدافی که داشت برای یک دولت دست نشانده برسه. منتها الان روسیه دست بالا رو داره، یعنی بخشی از شرق و جنوب رو تصرف کرده و اگر که مذاکراتی داشته باشه بتونه از طریق سازمان ملل یا سازمان‌های بین‌المللی دیگه این مناطق رو حفظ کنه و از اوکراین تعهد رو بگیره که به عضویت ناتو در نیاد، خب این مذاکرات به نتیجه میرسه، وگرنه من گمون نمی‌کنم که مذاکرات موفق باشه. همونطور که صحبت‌های خودتون هم شنیدیم، 6 ماه از این جنگ گذشته و پوتین نرسید به اون هدف‌هایی که خب از قبل در نظر داشت. شاید فکر می‌کرد خیلی زودتر از اینها تموم بشه کار این جنگ. فکر می‌کنی که واقعاً این جنگ برای روسیه، طرف روسی، چه ضررهایی داشت که براش شاید جبران ناپذیر باشه در آینده؟ خب جدا از اینکه روسیه منابع بسیار زیادی رو در واقع توی جنگ تلف کرده، از دست داده، تحریم هایی که میتونه سالها روش باشه و به اقتصادش ضربه زده، اما الان جنگ داره به یک سمتی میره که دو تا خطر عمده رو در واقع داره ایجاد میکنه برای روسیه و اینا مرتبط با همین نیروگاه در واقع زاپوریژیا است که شما در گزارشتون آوردید. موضوع خیلی مهمه. یک فاجعه اتمی اگر اتفاق اونجا بیفته، تشعشعات میتونه روسیه رو درگیر کنم. ما یادمون نرفته 1986 که چرنوبیل در واقع توش اون فاجعه اتفاق افتاد، یک شعاع 150,000 کیلومتری رو درگیر کرد در کشورهای مختلف و حتی این تشعشعات تا انگلستان، فنلاند، سوئد، تا این کشورها هم رفت. بنابراین این چیزی که خطر تشعشعات هست یک موضوعه. موضوع دوم درگیر شدن ناتوه. ببینید نیروگاه در واقع جنوب اوکراین و شمال دریای سیاه قرار گرفته. ترکیه در جنوب دریای سیاه و کشورهای دیگه عضو ناتو مثل بلغارستان، رومانی در غرب دریای سیاه هستن. اگر که این فاجعه اتمی اونجا اتفاق بیفته و تشعشعات به ترکیه یا به رومانی و بلغارستان، این کشورهایی که عضو ناتو هستن، برسه، پای ناتو میتونه به این جنگ باز بشه، به خاطر اینکه بر اساس ماده 5 پیمان ناتو آسیب به یک کشور ناتو به مفهوم آسیب به تمام کشورهاست و تمام ناتو میتونه درگیر بشه. بنابراین اون بخشایی که آقای پوتین شاید کمتر پیش بینی میکرد و الان خطرش وجود داره. ممنون از توضیحات شما. محمد قائدی، پژوهشگر در دانشگاه جورج میسون از واشنگتن.